روز جمعه خبرگزاری رویترز از معاملات چند میلیارد دلاری وبسایت بایننس با طرف‌های ایرانی پرده برداشت. بنا به گزارش رویترز از سال 2018 وبسایت بایننس بیش از 8 میلیارد دلار تراکنش‌های رمز ارز یا کریپتوکرنسی با ایران انجام داده. بایننس بر اساس گزارش رویترز محبوب‌ترین وبسایت خرید و فروش و معاملات کریپتوکرنسی یا رمز ارز در جهان است و طبق این گزارش تنها 7.8 میلیارد دلار از این معاملات با یک وبسایت رمز ارز ایرانی انجام شده به اسم نوبی تکس. بایننس ادعا میکند که هیچ کاربری از ایران نداره. بایننس ادعا میکند که تمام تحریم های ایالات متحده رو در این زمینه در واقع اجرا میکنه و اگر پیدا کنه کاربری از ایران رو اخراجش میکنه. مدیران بایننس به رویترز گفتن تنها 7 تونستن از سیستم احراز هویت بایننس در واقع اون رو دور بزنند و بایننس اونها رو هم شناسایی کرده و اونها رو هم بیرون انداخته. با این حال رویترز به مدارکی دست پیدا کرده، از جمله تحلیل داده‌های رمز ارزهایی که روی بایننس انجام شده توسط شرکت چینالیسیس. این تحلیل انجام شده، نشون دهنده این هست که خیلی از این تراکنش‌ها از ایران گذشته است. ولی کارشناسان میگویند برای وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا که دارن از ماه جولای امسال تحقیقات انجام میدن در مورد بایننس، خیلی سخت خواهد بود که بتونن ثابت کنن اولا احراز هویت این افراد، به خاطر اینکه خیلی از این افراد از وبسایت های سوم استفاده میکردن، دوم اینکه بتونن اون افرادی که این تراکنش ها رو انجام دادن رو بتونن وصل کنن به افرادی که توی لیست تحریم های آمریکا قرار دارن. آرش علایی، واشنگتن دی سی.